به نام خدا. اگر علائمی از درد شکم، تهوع، استفراغ، تب، درد انتشار به شونه ها و پشت دارین، شاید یک مشکل مهمی رو شما داشته باشین. من دکتر قاسم معصومی، متخصص داخلی و گوارش، امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. با من همراه باشید. کیسه صفرا در زیر کبد یک فضایی هست به عنوان محل تجمع صفرا. صفرا چی هست؟ صفرا از سلول‌های داخل کبد ترشح میشه. از یک مجاری ریزی جمع میشه و میاد به یک مجرای بزرگی و از اون مجرای به اصطلاح صفراوی وارد کیسه صفرا میشه. کیسه صفرا محل تجمع صفرایی هست که از کبد ترشح میشه. پس محل ترشح صفرا داخل سلول‌های کبدی هست. محل ذخیره صفرا در کیسه صفرا هست. به کجا میره؟ صفرا میره با یک مجرای به داخل روده در زیر اثناعشر برای جذب، هضم و به اصطلاح دفع مواد غذایی کمک میکنه. مواد غذایی که اسیدی هستن، صفرا نقش اساسی داره برای جذب گوارشی اونها. زمانی که کیسه صفرا و یا از کیسه صفرا ما درد احساس میکنیم، به صورت عادی کیسه صفرا کار خودش رو انجام میده. زمانی که این کیسه صفرا ورم بکنه، التهاب ایجاد بشه و یا عفونتی در اون ایجاد بشه و یا مواد صفراوی که به صورت معمول از صفرا ترشح میشه، مسیر خروجی صفرا تنگ و یا انسدادی ایجاد بشه، معمولا مثل سنگ ها، درد احساس میشه. دردش کجا احساس میشه؟ درد کیسه صفرا معمولا در زیر جناق، در پشت معده درد احساس میشه. در طرف راست و قسمت بالای شکم درد احساس میشه. با فشار دادن شکم و یا حرکات شکمی یا حرکات بدنی درد تشدید میشه. درد کیسه صفرا معمولا به پشت میزنه. غالبا بعضی وقتا درد کیسه صفرا به شونه میزنه، شونه راست. درد کیسه صفرا معمولا با تهوع، استفراغ، گاهن با تب همراه است. یکی از مواردی که کیسه صفرا عامل به اصطلاح درد بدن میشه همین مسئله است. یعنی کیسه صفرا عفونی میشه، کیسه صفرا ورم میکنه، التهاب میکنه، یا یک عامل میکروبی هست که باعث میشه که کیسه صفرا التهاب پیدا کنه. با سنگ و یا بدون سنگ، حتی بدون سنگ هم کیسه صفرا عفونت میکنه و عامل درد کیسه صفرا میشه. اگر کیسه صفرا عفونتی ایجاد بشه و عفونی بشه، باید درمان بشه و معمولا درمان اون جراحی هست. اگر درمان طبی و درمان آنتیبیوتیکی پاسخی رو ایجاد نکنه. وقتی که کیسه صفرا رو عمل میکنیم، ما میاییم کیسه صفرا رو کمپلت از بدن خارج میکنیم. کیسه صفرا و محتویات کیسه صفرا که سنگ و یا عفونتی اگر اونجا باشه، کیسه صفرا رو خارج میکنید. صفرایی که میریزه به کیسه صفرا، اون مجرا بسته میشه. صفرا از داخل کبد ترشح میشه و مستقیما میره به طرف اثناعشر برای هضم و جذب مواد غذایی. چه کسایی مبتلا به سنگ کیسه صفرا میشن؟ بعضی وقت یک عامل ژنتیکی هست، ولی عمدتاً بعضی از عوامل محیطی هم باعث سنگ کیسه صفرا میشه. چاقی، پرخوری، چربی خون بالا، کلسترول بالا، عدم تحرک، سیگار، الکل، اینا مواردی هست که بعضی وقتها باعث سنگ کیسه صفرا میشه. رسوباتی که داخل کیسه صفرا هست بعضی وقت به هم میچسبن و سنگ ها یا گرانول هایی را ایجاد میکنن که سنگ کیسه صفرا میگن.
کسایی که خانوادگی مبتلا به سنگ کیسه صفرا هستند و سنگ کیسه صفرا را دارند، یا اگه بخوایم جلوگیری بکنیم از ایجاد سنگ کیسه صفرا، اینها باید اولا تحرک کافی را داشته باشند، فعالیت بدنی زیاد، مصرف مایعات، جلوگیری از مصرف غذاهای پرچرب، جلوگیری از چاقی و افزایش وزن. عدم تحرک باعث میشه که این زمینه تولید سنگ بیشتر بشه. ورزش و فعالیت، عدم مصرف الکل، عدم مصرف سیگار، درمان اگر بیماری های مثل دیابت، مثل چربی خون بالا هست، اینها رو هم باید انجام بدیم تا از ایجاد سنگ کیسه صفرا جلوگیری بکنیم. سنگ کیسه صفرا عمدتاً اگر سنگهای ریز و کوچکی باشه با درمان طبی حل میشه. بعضی داروهایی هستن که مصرف طولانی مدت اونها باعث میشه که سنگ کیسه صفرا ریز و حل و وقتی که کوچک شدن از مجاری صفرای دفع بشن. عمدترین دارویی که تو این مورد استفاده میشه کپسول های اورسوفار هست. کپسول اورسوفار باعث میشه که سنگ های ریز کیسه صفرا حل و دفع بشن. ولی اگر کیسه صفرا حاوی سنگ بزرگی بشه و بالای یک سانت سنگ داشته باشه، معمولا سنگ های بالای یک سانت قابل حل و با قابل دفع نیستن. درمان این سنگ های کیسه صفرا در صورتی که علامت دار بشن جراحی هست. سنگ کیسه صفرا به خودی خود علامتی رو نداره. یعنی مثلا کسی ممکنه که سالهای سال سنگ کیسه صفرا رو داشته باشه و خبر نداشته باشه. در یک سونوگرافی اتفاقی برای مراجعه به پزشک سنگ کیسه صفرا تشخیص داده بشه. اما وقتی که سنگ کیسه صفرا همراه با علامت هست، باید به پزشک مراجعه کنن. علائم سنگ کیسه صفرا چی هست؟ درد شکم، درد در ناحیه بالای راست شکم زیر کبد، درد پشت معده، درد به انتشار به پشت، درد انتشار به شونه، تهوع، استفراغ، استفراغ صفراوی، تب، اینها علائمی هستند که اگر این علائم ما داشتیم باید به پزشک مراجعه بکنیم. کیسه صفرا به خودی خود مشکلی رو در سنگهایی که در کیسه صفرا هست ایجاد نمی کنه. ولی کسایی که بیماری دیابت دارن و سنگ کیسه صفرا دارن یه مقدار مسئله جدی هست. اونایی که سنگ کیسه صفرا دارن و دیابت دارن، در اینها باید تصمیم به عمل جراحی گرفت. برای اینکه یک عارضه هست، عارضه خطرناک و گاهن کشنده خدای نکرده، کولوسیستیت آمفیزما، و این کولوسیستیت آمفیزماتو یه مواردی هست که در افراد دیابتی ایجاد میشه. پس کسایی که دیابت دارن، سنگ کیسه صفرا دارن و علائمی از سنگ کیسه صفرا دارن، باید اینها درمان بشن. درمان اینها جراحی هست. در موارد دیگه‌ای که سنگ کیسه صفرا هست باید کنترل بشه. کنترل های دوره‌ای. اگر علائمی از کولسیستیت، اونهایی که گفتیم درد، عفونت، تب، درد ناحیه قسمت بالای کبد و انتشار به پشت، اگر این علائم رو داشته باشیم باید مراجعه پزشکی بکنیم. اگر این علائم نباشه باید کنترل های دوره‌ای و تشخیص های بعدی رو انجام بدیم. وقتی که کیسه صفرا برداشته میشه، صفرا مستقیما از کبد وارد روده کوچک میشه. اتفاقی پیش نمیاد. جذب و دفع مواد غذایی مشکلی رو ایجاد نمیکنه. منتها بعضی وقتا به خاطر ترشح بیشتر صفرا و حضور صفرا در روده کوچک و دودنوم، صفرا برمیگرده به طرف معده. اگر صفرا برگرده به طرف معده باعث میشه که بعضی افراد تهوع و استفراغ و بعضی وقت استفراغ های صفراوی رو داشته باشن. بعضی وقتا ریفلاکس صفراوی دارن. وقتی که ما اندوسکوپی میکنیم میبینیم که اثناعشر، معده و حتی مری مریض پر از ترشحات صفراوی است. یعنی صفرا داره برمیگرده به طرف بالاتر، معده و مری باعث ریفلاکس صفراوی میشه. اینها رو با یک سری اقدامات میشه جلوشون رو گرفت.
چجوری میشه جلو این موارد رو بعد از عمل کیسه صفرا گرفت؟ اولا باید از مصرف غذاهای پرچرب خودداری بکنیم. به اندازه کافی ورزش و تحرک داشته باشیم. از اضافه وزن و عدم تحرک جلوگیری بکنیم. مصرف غذاهای پرچرب رو نداشته باشیم. سیگار، الکل باعث تشدید اینها میشه. تا حد امکان بتونید الکل رو قطع کنید، سیگار رو قطع کنید. از خوردن مواد غذایی سنگین و پرچرب خودداری بکنید و در حالتی که شما غذای پرچرب میخورین حتما باید مراجعه پزشکی رو داشته باشین. با آرزوی سلامتی و با آرزوی بهبود روش زندگی میشه با تغییر لایف استایل زندگی از مواردی که باعث تشدید این علائم میشه جلوگیری کرد.